بیننده ای که سوال کرده بودن در مورد قضیه رفتن به زیارت خبر ببینید این برمیگرده به یکی از اعتقاداتی که در نزد شیعه وجود دارد اونا به دروغ از امام جعفر صادق روایت میکنن که هرگاه مؤمنی در نهر فراد غسل بکند و در روز عرفات به قبر حسین بیاید به هر گامی که بردارد ثواب یک حج و مناسک آن را دریافت میکند و در نزد اینها متاسفانه کربلا و نجف افضل تر از کعبه معظمه هست این روایات و دروغ هایی که در کتاب های خودشان در این مورد بیان کردن مثلا در کتاب منهاج ساله این خویی یکی از مراجع بزرگشان میگه در مسئله 562 که میگه نماز خواندن در زیارتگاه های ائمه علیهم السلام مستحب است بلکه گفتن که افضل از نماز خواندن در مساجد می باشد و روایت شده که نماز در کنار قبر علی علیه السلام برابر با دیویست هزار یا دو هزار نماز می باشد بعد در, کتاب در همین کتابش در مورد نماز در مسجد رسول صلی الله علیه و علیه و سلم می که نماز در مسجد نبی مادر ده هزار نماز است ببینید دو هزار نماز کجا ده یعنی یک نوید دعوت و تشویق مردم برای چی است؟ برای رفتن به طرف کربلا و ببینید که این ملت بیچاره ما با ازار و فقر و بدبختی دست پنجه نرم میکنن بعد از اون بلند میشن به کجا میرن به طرف کربلا میرن در اونجا که مثلا عربین حسین یکی از بدعت هایی است که مثلا رسول الله صلی الله علیه و هیچ وقت در مورد حمزه سید الشهدا در مورد مصعب بن عبدالله بن جعفر تیار برادر سیدنا علی رضی الله که شهید شدن در طول حیات پیامبر صلی الله علیه و و صدها تن دیگر از صحابه هیچ وقت برای اونا روز یک و دو و سه و هفت و دو و چل نگرفتن این یک بازاری درست کردن شیعیان متاسفانه فقط برای خالی کردن جیب های مردم و چقدر کسانی هستند که از این درک از این برنامه هایی به نام روز سه و ده و هفت و چل و اینها و سالگرد و اینها استفاده مادی میکنن و جیب های خودشان را پر میکنن و رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم زیارت قبر رو فقط که ما در اونجا بریم و در کنار قبر چیکار بکنیم دعا بکنیم برای کسانی که در اونجا دفن هستن من این رو خدمت شما عزیزان اینجا بیان می کنم که برای ما فقط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ما بریم به زیارت قبرها و آخرت رو به یاد بیاریم مردن رو به یاد بیاریم و در اونجا دعا بکنیم برای کسانی که قبل از ما فوت کردن این رو مشروع دانستن زیارت قبر رو اما اینکه یک وقتی رو قرار بدیم به نام اربعین و به نام فلان اینها بریم در زیارت و گمد و بارگاه ها بریم در اونجا یک سری اعمالی که مخالف قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم است در اونجا انجام بدیم این در هیچ جای دین نیامده و رسول الله صلی الله علیه و سلم از این چیزا من کردن حتی حتی از کسانی که بیان و سفر بکنن به خاطر زیارت قبرها رسول الله صلی الله علیه و سلم من کردن ما میریم در کنار قبرستان چی میگیم السلام علیکم دار قوم مؤمنین سلام بر شما ای کسانی که در اینجا خوابیده اید از مؤمنین و آتاکم ما توعدون و آنچی که به شما وعده داده شده بود بر شما آمد یعنی چی شدید از این دنیا رفتید و نحن انشاء الله بكم لاحقون و ما هم به شما خواهیم پیوست یک دعایی است که نسال الله لنا و لکم العافیه از الله سبحانه و تعالی برای خودمان و برای شما دعا می کنیم که عاقبت به خیری نصیبمون بکنه عافیت نصیبمون بکنه این دعایی است که ما در کنار قبرها میریم و میکنیم غیر از این هر عملی که در کنار قبرستان ها صورت بگیره از طرف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من شده و نباید یک انسان مسلمان این عمل رو انجام بده.